خداوند نور من و نجات من است، از کی بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از کی هراسان شوم؟ آمین. خیلی سرودهایی هست که ما اینطوری میخونیم، خدا ملجا و قوت ماست، مددکاری که در تنگی ها به فراوان پیدا میشود، و این اعلامات رو میکنیم، سرودم میخونیم. فقط متاسفانه زمانی که خدا ما رو به یه جاهایی که برای ما آماده کرد میبره که با ما صحبت کنه، ما رو آماده کنه، اونجا هست که ما فرار میکنیم. هفته گذشته در مورد یک قسمتی صحبت کردم، قسمت مهمی صحبت کردم، که امروز میخوایم قسمتی عمیق‌تر بریم تو و ببینیم که خدا با قلب ما، با قلب تک تک ما چی میخواد صحبت کنه. هفته گذشتم گفتم که ما معمولا برای خودمون خدایی، یه تصویری از خدایی ساختیم، و بعضی هستن که زوگا یک توهمایی برای خودشون میسازن و فکر میکنن الان خدا اینطوریه و طبق اینم سعی میکنن زندگی بکنن. و خیلی مهمه که بیشتر و بیشتر یاد بگیریم، و فکر میکنم کار خدا اینه، هدف خدا اینه که چهره واقعی خودش به ما آشکار کنه، مکاشفه کنه. ما پرده های جلوی چشمون هست و همه ما از یک گذشته ای آمدیم، یه تجربه های مختلف داریم، و طبق این تجربه های مختلف یک خداهایی برای خودمون میسازیم. اسمشو میذاریم عیسی مسیح، اسمشو میذاریم خدای قادر متعال و قادر مطلق. فقط چون تصویرهای اشتباه داریم از خداوند، به این خاطر لغزش میخوریم و میفتیم. و در زمانی که خدا میخواد در ما کار کنه، اون موقع میگیم که دست بردار. هفته گذشته همینطور که موعظه میکردم، توی موعظه یهو یه چیزی برای من باز شد. آخرم زمانی که دعا میکردیم، و اینطوری بود که مثل اینکه خدا میخواست به ما بگه که زمانی که قوم من، نمیخوام الان بگم همه شما هستین، بلکه به هر حال عده زیادی هستن، که زمانی که منو هنوز نمیشناختن، هنوز این خدای واحد که به وسیله عیسی مسیح میتونیم آشنا بشیم، هنوز نمیشناسن، بیشتر از من میترسیدن، بیشتر یک احترام مخصوصی قائل بودم. از زمانی که با من آشنا شدم، پدرش شدم، یه جوری حرمت منو از دست رفت، یا پایین آمد. دیگه پدر، دیگه پدر آسمونی ماست، خدا رو شکر. و چیزی عالی، بهترین چیزی که ما میتونیم به دست بیاریم، روح خداست که بتونیم خدا رو صدا کنیم، خدا رو پدر صدا کنیم. فقط احساس کردم خدا میگه که این احترامی که من قائل هستم دیگه ندارن، این خدا بودن منو پایین آوردن، فقط پدر شدم. یه پدری که الان در حال حاضر فقط در حال دادن هستم، خودشون الان فقط گیرنده هستن، فقط پدر دیگه، الان پدر شده. قبل از این خیلی جالبه نگاه کنیم که زمانی که هنوز به عیسی مسیح آشنایی نداشتیم، به خدا، اون موقع به هر حال دعا میکردیم، حتی دعایمون باور نمیکردیم، مثلا به سقف میرسید. ولی زمانی که یک اتفاقی میافتاد، یه چیزی به دست میآوردیم، واقعا یک احترام مخصوصی قائل بودیم برای خدا. یه چیزی رو به دست آوردم، هرچقدر هیچ شناختی از خدا نداشتیم. الان در حال حاضر اونقدر لوس شدیم، یعنی کلیسای خودش لوس شده، که فقط در حال بابا بده، من میخوام از تو کتاب مقدس گفتی دیگه، همه چی اینجا، هر چیزی بطلبی به تو داده میشه. فقط چیزایی که ور میداریم برای خودمون، یک خدایی میسازیم که خدای فقط دهنده هست، فقط ما هم گیرنده هستیم. درسته ما موعظه میکنیم، هفته های گذشته نسیرم موعظه کرد، ما میایم جلوی تخت فیض او که فیض به دست بیاریم، فیض به دست بیاریم که بتونیم عیسی مسیح رو پیروی کنیم. فقط اینطوری احساس کردم که ما الان یک جنراسیون، یک نسلی،
یک نسل یک نسل لوس هستیم. زمانی که حتی فکر میکردم در مورد مکاشفه که آخرین کلیسا کلیسای لاودتسی هست، تقریبا کلیسایی هست که قبل از عیسی مسیح اینطوری از طریق شخصیت، از طریق رفتار اینطوری کلیساها هستن خیلی زیاد، یا که فقط به هر حال دنبال موفقیت هستن. ما میبینیم ما ثروتمند هستیم، ما اینطوری که دیگه عیسی مسیح رو گذاشتن که نر دیگه ما رو گذاشتن تو. و اونجا خداوند خیلی قوی اونجا چی میکنه؟ اخطار میکنه. این زمان آخر کلیسای لاودیتسیا خیلی زیادی هستن و خدا نکنه که ما هم این کلیسای لاودیتسیا باشیم که گفته که آخر چی میگه؟ میگه که توبه کن، بازگشت کن از من، این شعله آتشی که این طلا رو ذوب میکنه اینو وردار بخر. درد و رنج رو باید به دست بیاری که تمام آشغالای ما برطرف بشه. میگه تو کور هستی، تو کر هستی، تو فکر میکنی ثروتمند هستی، نیستی. و به این خاطر اینجا در این قسمت باید مواظب باشیم تصویر درستی از خدا داشته باشیم. من عیسی مسیح رو نه فقط عنوان یک دوست نگاه میکنم، نه فقط عنوان خدا، بلکه عنوان یک کسی که بعضی وقت نگاه میکنم به چشم عیسی مسیح، که چشم عیسی مسیح مثل شعله آتشه. اینم عیسی مسیحه. این تصویرم باید داشته باشیم، جز از تصویری که الان هست که خدای مهربان، خدای فیض. به این خاطر اگر نگاه کنیم به این سرودهایی که 100 سال، 200 سال، 300 سال پیش نوشته شدن، که یک دونه همون سرودهایی بود که ما اینجا هم خوندیم، یا فیض عظیم مسیحا، یا الان این سرودهای آلمانی میگن هیمنه، سرودهای که روحانی هستن. زمانی که این سرودهای قدیمی رو گوش بکنیم، این سرودها پر از درد بود، رنج بود، ایمان بود، امید بود. الان خدا رو شکر خدا فیض بخشیده، خیلی سرودهای عالی هم هست. فقط بعضی سرودها هم که ما میخونیم بیشتر توی این خداوند به من ببخش بده، مخصوصا هم که زمانی که دعا میکنیم. دیروزم توی این تو برمن هم اونجا سرودهای هم شنیدیم، توی کلیسای خودمون هم اینم داریم. خداوند بیا با آتشت، خداوند بیا با آتشت منو بسوزون، بیا با آتشت منو این نمیدونم شعله ور کن. بعضی وقت ما نمیدونیم چی دعا میکنیم، چه سرودی میخونیم، و خدا اینجا صدای تو رو میشنوه. تو اینجا ایستادی و میگه عیسی جان بیا با آتشت عمق قلب منو پاک کن. خدا چه کاری میکنه؟ از روز بعد مشکلای میاره تو زندگی تو، میگه که تو دعا کردی، تو خواستی، تو این آتش رو خواستی، الان من باید ببرم توی این کوره آتش. تو مگه نخواستی آتش؟ برای تو میارم. فقط ما این تصویر رو درستی نداریم از خدا، ما فکر میکنیم الان من اینجا هستم، الان خدا میاد منو قوی میکنه، از اون مثل بودی چی میگن، مثل بودیگارد الان، یا هرکول میتونیم بریم الان اینجا قدرت گرفتم. عزیزان این اشتباه است، تصویر اشتباه است. ملاقات با خدا، خدا میاد محبت میکنه، تسلی میده، بنا میکنه، امید میبخشه، همه چیزا رو انجام میده. امروز هم تو پرستشم واقعا عظمت خدا رو من دیدم، این زیبایی خدا رو، این چه خدای عظیمی ما داریم. فقط این همه چیزی که ما رو تشویق کنه که این راه رو بریم، راه صلیب رو بریم. و این زمانی که توی کوره‌های آتش قرار گرفتیم، اونجا صف بیستیم، اون موقع بگیم که میدونم منجی من زنده است. اینجاست که خدا میخواد ما رو هدایت کنیم. فقط الان کلیسای، نه فقط ما، اصلا کلیسای قرن 21 همه نازک نارنجی شدیم. یک چیزی کوچیکی میاد، آن دردم گرفت، نه خداوند این کارو نکن، نه دیگه، نه خدای مهربانی است. خدا اصلا نمیخواد ما رنج بکشیم. اصلا کجا نوشته نخواستیم؟ پر از این رساله پولس پر از درد و رنج، رنجا رو تحمل کن، بیست و برو این جنگ نیکویی خودت رو بکن. رساله رو بخونین، فقط این قسمت هایی که رنج قرمز چیز کنین، ببینین که چقدر رنج در مورد رنج صحبت میکنه، درد صحبت میکنه.
میگم نه فقط ما، اصلا قرن 21 همه ما انقدر اصلا دوست نداریم اسم رنج رو بشنویم. دیگه کافیه خداوند، دیگه در این دنیا رنج کشیدم، الان تو منو نجات دادی، دیگه کافیه دیگه دوباره رنج بکشم. درست اینطوری؟ یا اینطوری فکر میکنیم دیگه؟ فقط این رنجی که خداوند میاره، اگه درست تصویری درست داشته باشیم که این رنج‌ها برای چیه، دردها برای چیه، اون موقع میتونی بگی که من افتخار میکنم در رنج مسیح قرار گرفتم. گوش میکنین اصلا؟ میدونم افرادی هم اینجا هستن دوست ندارن این موضوع رو بشنون. خدای قادر متعال، قادر مطلق، خدای دانای مطلق، خدای همه جا حاضر، اینو اعلام میکنیم و همزمانم خدا رو خدای خودش رو آسیب پذیر ساخت و فنا پذیر ساخت. به این خاطر هفته گذشته سعی کردم اولین تصویر درست به خیلی زود رفت جلو درستی باز کنم که بدونیم چه خدا رو ما میپرستیم. این خدا خودش رو آسیب پذیر ساخت. هرچقدر خدای قادر متعال بود آمد اینجا غلام ما شد و درد و رنج رو کشید. فی الحقیقی عزیزان، ما نمیتونیم به نام او رنج ببریم اگرچه ما مستحق رنج بسیار بیشتری هستیم. ما باید رنج بکشیم. ما خرابکاری کردیم. ما گناه کردیم. آدم و حوا گناه کردن. خدا هیچ گناهی نکرده. آمین؟ ما باید رنج بکشیم. چرا او باید برای ما رنج بکشه؟ ما سزاوار رنج فراوان هستیم. نه او. فقط عظمت او، زیبایی او، بزرگی او، محبت او، فیض او، رحمت او، وفاداری اوست که آسمون رو تر کرد و رفته میخکوب شد، رنجهای ما رو برداشت، دردهای ما رو برداشت که ما رو بازخرید کنه از دست شیطان. ما هیچ تصویر درستی از اندازه یا گسترش یا وسعت عظمت گناه رو نداریم. ما نمیدونیم گناه، معنی گناه چیه. به این خاطر هر موقع که به عیسی مسیح اینطوری نگاه میکنم و تمام این عکسایی هم که در این فیلم هم اونجا چیز شده، میتونم بگم این گناه چه مجازاتی شده، چه دردهای زیادی. و اینجا نوشتم یک غضب بی نهایت کیهانی یا فضایی بود که عیسی مسیح کشید. ما فقط میبینیم که عیسی مسیح مرد، مصلوب شد. اقیانوس رنج مسیح بی اندازه بود عزیزان. و زمانی که او که بی گناه بود آمد اینجا این درد و رنج رو برای ما بکشه، نه فقط تو رو رهایی کنه، یه عزیزم الان بیا در آغوش من، فقط دیگه رنجی نخواهی کشید، نه، ما هم باید وارد این آتش ها که عیسی مسیح عبور کرده بریم. این آتشی که روی عیسی مسیح آمد و رو له کرد، خورد کرد، این آتشی که روی ما میاد ما رو پاک میکنه، تقدیس میکنه. بدون رنج و درد نمیتونی به شباهت عیسی مسیح برگردی. 24 ساعت ملاقات با خدا داشته باشی تبدیل نمیشی، آتش تبدیل میکنه. ما به هر حال ایماندارا اینطوری یاد گرفتیم که به هر حال خدای بخشنده هست، همه چی رو از خداوند میخوام دریافت کنم، فقط درد و رنج رو نمیخوام بکشم. تقریبا مثل اینکه اینطوری، مثل اینکه میری دندون درد داری، میری پیش دندون پزشک، اونجا میشینه و میگی که به این دکتر میگه که ببین دردای منو وردار، فقط دست به من نزن. میشه؟
دکتر میگه که دهنتو باز کن. نه درد منو وردار. میگه که آهار احمق. چرکی توشه، من باید بیارم تو این چرک رو باید وردارم. نه هیچ کاری نکن، تو فقط درد منو وردار. ما همینطورم با عیسی مسیح اینطوری هستیم. عیسی مسیح بیا دردای منو وردار، مشکلای منو وردار، همه چی رو حل کن، فقط دست بزن نزن. همینطور که اینجا هفته گذاشتم گفتم عیسی توسط رنج کشیدنش انسان بودن رو شناخت، تجربه کرد. ما توسط درد و رنج کشیدن مسیح بودن رو تجربه میکنیم. رنج بخشی از زندگی ماست و یک پشتش یک معنی داره. این تصویر رو میخوام عزیزان از خداوند داشته باشیم. خدا متنفر رنجه. دوباره میخوام بگم، فکر نکنی خدای ما، خدا دوست داره ما برنجیم، ما رو برنجونه. شیطانه که ما رو میرنجونه. فقط فعل حقیقی اگه واقعا درست تصویر درستی داشته باشیم، این آتش خدا، این کوره آتش هایی که خداوند ما رو عبور میکنه، فعل حقیقی اگه پشتش نگاه میکنیم، این آتش باعث میشه که ما را از رنج ها آزاد کنه. رنج هایی که ما رو خورد میکنه، له میکنن. گوش میکنین؟ زخمایی در ما هست، اینطوری به شما بگم، مشکلایی در نفس ما هست که ما رو آسیب میده. آسیب میزنه. اوکی؟ و خدا این دردها، این کوره آتش رو هدایت میکنه. درده فقط همون قسمت هایی که تو رو آسیب میزنه، این چیزا رو هست که ور میداره میسوزونه که دیگه از این به بعد آسیب نبینی. آمین. عزیز، مشکل هم نخبه چی میشن؟ همسایه تو نیست، مشکل کلیسا نیست، مشکل تو هستی. خدا میخواد تو رو آزاد کنه از خودت، نه از برادر یا خواهرت. خدا میخواد خودت، تو رو از خودت آزاد کنه که تو آزاد باشی. و زمانی که این آزادی رو به دست آوردی، خدا رو با یک چهره دیگه نگاه میکنی. اون موقع هست که دیگه واقعا خودت رو سپردی به خدا. هنوز این چی قسمت هایی که در تو قرار گرفته، هنوز این بت هایی هستن که در ما زندگی میکنیم، یا همینطور هم تصویرهایی که از خودتون دارین. به این خاطر رنج بخشی از زندگی ماست. هر چقدر فرار کنی، رشد روحانی تو صفر خواهد شد. هر چقدر بگی که خداوند دست نزن به من، فقط به گیرنده باش، اوکی، خداوند تو رو میگذاره، تو رو هیچ موقع با زور یه کاری نخواهد کرد. بعضی وقتا خدا دیوونه میشه از دستای ما. ما میگیم دست نزن، بعد از این میگی پر کن منو با آتش. دوباره میریم میخواد خدا پر کنه، دوباره میگی که دست نزن به من. چرا این مشکلایی هست؟ مشکلای منو حل کنن. اون چیزی که الان خرمون گفته، خونه بده، پاس بده، زن بده، شوهر بده، بچه بده، همه چی رو داده، میبینی که هنوز مشکل با خودت داری. نه؟ هفته گذاشتم گفتم میخوام درستم متوجه بشی. عیسی مسیح این تمام رنج ها رو کشید، دردها رو کشید که ما رو از رنج اصلی که طرد شدگی ما، بدترین دردی که وجود داره که دنیا هم رنج میکشه، طرد شدگی از خدا، این درد رنجی که عیسی مسیح با رنج هاش اینا رو برداشت که الان بتونیم جلوی تخت خداوند او رو پرستش کنیم، بیایم جلوی تخت فیض او با خون مسیح در روح و راستی او رو پرستش کنیم و بگیم که من جزء خانواده خدا هستم. به این خاطر در اول پتروس
اینجا نوشته ای حبیبان نسی ای حبیبان تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد، بلکه به قدری که شریک رنج‌های مسیح هستید خوشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. ای حبیبان تعجب نکنید. برادر خواهر عزیز تعجب نکن که زمانی که آتش یعنی منظور اینه که مشکلایی هست، چیزایی هست که خدا تو رو عبور میکنه یا همینطورم اجازه میده در زندگی تو قرار بگیره. پس میگه که تعجب نکنید از اینکه این آتش رو بیاد و میگه که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده است. شوکه نباش، اتفاقاتی میگه شوکه نباش، بلکه اینجا همینطور هم که گفته که چی گفته؟ بلکه به قدری که شریک رنج‌های مسیح هستین خوشنود شوید تا در هنگامی ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. اینه که عزیزان مسیحای زمان آخر مسیحایی هستن که درد و رنج فشارا و خیلی فشارا هم خواهد آمد در زمان آخر که بتونیم اونجا پرستش کنیم خدا رو به خاطر خدا بودنش، نه به خاطر برکت دریافت کردنش. این شهادت واقعیه. دفعه های دیگه در مورد اینم صحبت خواهم کرد که رنج و درد برای جلال نام خداست و شهادته. و خیلی چیزهایی ما شنیدیم، چطور همینطور توی ایران برادرمون سودمند بود و همینطور هم هایک بود که چقدر توی زندان اونجا شکنجه دیدن، درد دیدن. بعد از این افرادی رفتن که ایشان تسلی بدن، دیدن که خودشون تسلی یافتن از ایشان و با برکت دریافت کردن. چرا؟ چون عیسی مسیح حضور او در زندان بود و در چیزهایی دریافت کرده بودن. همینطور کشیشای دیگه هم میشناسم، کشیشای یعنی میشناسم شخصا، نه داستانایی که خوندم، واچمنی خودش چیز بود، چینی بود، 20 سال عزیزان توی زندان رو گذاشته بودن و شهادت خیلی عالی داشت و هر دفعه می آمدن گفتن ببین انکار کن که من آزاد بشی، تو مرد خوبی هستی. گفته نه انکار نمی کنم. بعد از این یک نامه تقلبی نوشتن، چون دوست داشتن زندانبان ها می خواستن اون رو بیرون کنن، یه چیز تقلبی نوشتن که واچمنی مسیح رو انکار کرده و او رو آزاد کردن از زندان. میدونی چه کار کرد؟ رفت یه چادری برداشت کنار زندان، اونجایی که دیواری هست کنار زندان، چادرش رو چیز کرد، ساخت و کنار زندان اونجا زندگی کرد. با این نشان بده ببین هر چقدر منو بیرون کردیم با این تقلبی، فقط من مسیح هستم، من فلحقی در زندان هستم. نگفته که من الان میرم اونجا زندگی خودم رو بکنم. اوکی هاللویا، خدا بود، حتما خدا بود. نه، گفته من شهادت خودم رو میخوام نگه دارم، من مسیح هستم. خودش رو زندانی کرد، کنار زندان این چادر رو ساخت و همینطورم روزه و دعا میکرد اونجا. و این باعث شد توی چین الان این بیداری که در چین اتفاق افتاده به خاطر افرادی، مردهای، زنهایی بودن توی چین. واقعا فیلمهایی دیدم که واقعا نگاه میکنی. یک بار بود، نمیدونم نسین یادت هست، تقریبا 4-5 سال پیش ویدیوی گرفتم از چین. واقعا اینجا اینو میدیدیم، من فقط گریه میکردم، گفتم ما مسیحی نیستیم. چه چیزهایی دیدیم اونجا، چه شهادتهایی دیدیم، با چه شکنجه، با درد و رنج مسیحیت رو زندگی میکنن. ایران رو که با چین مقایسه کنیم، ایران بهشت، یعنی بهشت یعنی آزادیه. اونجا
الان تقریبا یه 20-30 سال پیش بود. جلسه خانگی رو جمع می شدن. با هم می نشستن. سرودنامه رو باز می کردن. میگن سرود مثلا 23 رو می خونیم. بعد از این چون اجازه نداشتن بخونن که صدا بیرون بیاد. بعد از این باره هم دیگه دعا می کردن. روزه می گرفتن، دعا می کردن. با این درد و رنج مسیحیت رو نگه داشتن. کتاب های زیادی خود چینی ها نوشتن از ایمان، مکاشفه هایی که گرفتن. من خودم زمانی که من ایمان رو بردم، واچمنی یه کسی نویسنده ای بود که دائما کتاباشو میخوندم. چرا؟ دیدم که اون در درد و رنج این چیزا رو نوشته، نه در آزادی. در مسیح، ما در مسیح هستیم، یه کتابی هست و کتاب های دیگه هست از واچمنی. من به زمان فارسی ترجمه شده. من یه چند تا قسمتش خوندم راجع به افسوسی. برای این افرادی بودن که درد و رنج رو کشیدن که این کتاب ها نوشته شده. به این خاطر در این قسمت بگه که پس تعجب نکنیم عزیزان. من میخوام امیدوار هستم برای خودم این دورانایی که منم خودم اونجا زندگی کردم و زندگی میکنم گذروندم و میدونم که نباید تعجب کنیم. بعضی وقت حتی شده، واقعا به شما میگم، بعضی وقت شده که توی دردها، رنجهایی که خودم هم اونجا قرار گرفته بودم، الان رنجهای مختلف هستن، الان در موردش هم صحبت میکنم، که یه قسمت همینطور درد، همینطور داد میکشیدم، خداوند حداقل یه تسلی، یک چراغی، یک نوری، یک چیزی به من نشون بده. فقط یک زمان همینطور هم میگفتم نه، اینم احتیاج ندارم و منو زود نیار بیرون از این آتش. تا زمانت نرسیدی منو چیز نکن، بیرون نیار. من نمیخوام بیرون بیام. من میخوام تا این چیزای آشغالای چیزای در من ذوب نشده یا پاک نشده، نمیخوام بیام بیرون. فایده نداره. واقعا بعضی وقت نگاه میکنم میبینم که بیرون از درد زندگی کردن، واقعا به شما میگم عزیزان، بیرون از درد زندگی کردن بعضی وقت احساس میکنم خیلی لنگفایلیگه، خیلی خسته کننده است. تقریبا بعضی وقت هست که مثلا با نسلی میریم اورلاب، میگیم که الان ما اینجا، ما الان خسته هستیم، الان ما میخوایم بریم اورلاب. بعد از این میریم اورلاب دو هفته. بعد از دو هفته چی میشه؟ بعد از دو هفته دیگه خسته کننده میشه، نه؟ میگه آخه چقدر بریم کنار آفتاب، نمیدونم یه آبجو بخوریم، تفری. بعد از این مدت میبینیم که خسته کننده میشه. میگیم که کی میشه دوباره برگردیم به خانواده خودمون و همینطور هم با خوشحالی میایم شما رو ببینیم. بعضی وقت اینطوری احساس میکنم تو درد و رنج و جایی که خداوند ما رو هدایت میکنه، حضور او، فعال او خیلی قوی تره. فقط احساس نمیکنی. فقط یه چیزی نمیتونم بکشم. حتما هم شما کشیدی، نمیدونم. فقط میگم که چه چیزی هست که الان عیسی مسیح این راه رو رفته، این درد و رنج رو رفته و افتخار میکنم من با او، باید ما در این راه هستم، چون او همه کار رو کرده، چون او هدایت کرده. و مخصوصا هم که تو درد و رنج هم قرار میگیریم، اینجا هم که خداوند هدایت میکنه در رومیان باب 8 هم اینجا، زیر یقین میدانیم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ هست. پس زمانی که توی دردها ما قرار میگیریم، پس میتونیم بگیم خداوند الان در یه جایی قرار گرفتم که حتی میتونم بگم یک چیزی که به دست خواهم گرفت خیلی خیلی عظیمتر هست از این که الان مثلا من توش قرار گرفتم. اینجا میگه هیچی هست، یعنی واقعا اصلا نمیشه مقایسه کنی. رنج چه، یا این آتشایی که خداوند هدایت میکنه ما رو، چه اتفاقی میفته؟ توی درد هاست، توی رنج هاست که به شناخت خودت میرسی، نه؟
این تصویری که از خدا داشت، از خودت داشتی، میبینی که نه، این تو نیستی، یه چیزی در تو هست که تو هفته های پیش من اونجا که موعظه کردم، یه جناوری در تو هست یا یک کسی هست، افرادی، چیزی، رفتاری، شخصیت هایی در تو هست. یعنی به شناخت خودمون میرسیم. این رنج و درد با هدایت میکنه که ما واقعا در این قسمت اول شکست بخوریم. درد و رنجی هست که باعث میشه که ما رو فروتن میکنی و این غرورهای، این تصوری، فکرهایی که داشتیم، این شکست میخوره. درد و رنجی که وارد میشیم اون موقع شکسته تر میشیم. و تمام این اسبایی چی دارن؟ اسب چیزایی داره، شوی کلاب مال من میگن چشم. چی؟ نه نه، اسبایی هستن که اینطوری چیزایی هستن که چپ و راست نگاه نکنن، که مستقیم نقاب؟ نه. اوه، هزار تا چیزای سوال باشه. برحال یعنی منظور اینه که گوش میکنین؟ اوکی، تقریبا میدونین منظور من چیه. چشمای ما رو وسوسه میکنه که واقعا ما همه چی رو ببینیم. درد و رنج خیلی چیزهای برای ما باز میکنه. توی فشارها هست که شروع میکنیم به خودمون نگاه کردیم و خودمون رو آزمایش میدیم و مشکلهای خودمون رو میبینیم. و همینطور هم درد و رنج باعث میشه تو این فشارها که میفتیم واقعا میدونیم که واقعا وابسته به خدا هستیم، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. و درد و رنج هم هست که ما رو به چی هدایت میکنه؟ به دعا هدایت میکنه. یا توی درد و رنجی که توی مشکلایی که ما قرار میگیریم که شروع میکنیم به داد زدن، دعا کردن. و بعد از این مدت شما تجربه رو داشته، بعد از اینکه مشکل حل میشن، دوباره دعای تو دوباره میاد به پایین. دیگه چیزی نیست که دعا کنی، دیگه همه چی دعا کردی. چند تا نکته هایی هست، رنج های مختلف هستن که در زندگی ما میاد. یه درد و رنجی هست که ما اونجا خودمون مقصر هستیم. و زندگی داوود رو که نگاه میکنیم، داوود که مردی بود که واقعا مرد خدا بود، فقط دیدیم که چطور خیانت کرد و چطور با یک زنی که شوهر داشت اونجا زنا کرد و چطور هم سعی کرد با حیله‌گری بتونه شوکت یه جوری فراری بده که آزاد بشه. بعد از این شوهرش هم همینطور کشت، شوهر اون زنه رو کشت. و بعد از این خداوند آمد اونجا، خودش گفته که از طریق نبی نشون داد گناهش رو. و در مزمور 50 میگه چطور، 51 چطور داد میزنه، میگه که ای عیسی، ای خدا، منو مثل برف سفید کن، روح خودت رو از من ور ندار. درد کشیده بود و نتیجهش هم دیدیم که تمام خانوادش هم برحال یک داوری تو خانوادش هم آمد. و آنجا خدا گفته که مواظب باش، مواظب باش، تو این گناهی که کردی تخت تو خطره، جریمه شد یا داوری شد. و بچه اولی که از این زن به دنیا آمده بود اون کشت، یعنی مرد. و از این درس ها بود که داوود یاد گرفت. و زمانی که این داستان رو میبینیم که یعنی تمام خانوادش، چون اونجا خدا گفت چون این کار رو کردی به این خاطر همینطور این بلاها روی سر تو خواهد آمد. بعضی وقت توی دردها میافتیم، رنجهای میافتیم عزیزان، این به خاطر تقصیرهای خودمونه. و خدای عادلی هست. زمانی که یونس رو نگاه میکنیم، یونس هم مرد خدا بود، تصویری درستی، یعنی تصویری از خدا داشت.
خدا خدای رحمت هاست، خدا خدای بخشنده هست. فقط یک تنفری، یک تنفری داشت از چیز چی میگن، نفرت نجات پرستی داشت و خداوند گفته که برو در نینوا و اونجا موعظه توبه رو بکن. چه کاری کرد؟ فرار کرد، ناطاعتی کرد. خدا این ماهی رو آماده نکرده بود، فقط به هر حال خودش اونجا رفت توش و توی ماهی قرار گرفت. و جالبش اینه که اینجا هم آمد اونجا و شرکت، گفته که شرکت به پرستش کردن و شکر گذاری کردن، تو خدای هستی، این هستی، اون هستی. به هر حال خدا او رو از این دهن ماهی توف کرد، یعنی بیرون رو انداخت. جالبش اینه که اونجا باید یه درس یاد میگرفت. بعد رفت اونجا، دوباره اینجا نشست و موعظه رو کرد. بعد از این نشست و چه کار شد؟ بعد از این خدا یک درخت، چی بود؟ درخت بدرج. یه درخت، به هر حال اسمش نمیدونم، خرما بود؟ بدرج. باشه، اوکی. کدو. و این برگاش اونجا زیرش نشست. الان نگاه کنین که زیرش نشسته، الان خوشحاله، الان یک جای امنی اونجا نشسته الان. و کلام خدا میگه که اونجا و خدا یه کرمی رو فرستاد و یه باد گرمی فرستاد و این کدو رو چیز کرد، ریشش رو کشت و این درختی کدو افتاد. جالبش اینه که اینجا کلام خدا میگه که و یونس شروع کرد به داد زدن، آه کاش که من میمردم، و شروع کرد ناله کردن، کاش که من به دنیا نیامده بودم. خیلی جالبه توی شکم این ماهی اونجا پرستش میکرد، الان اونجا شروع کرد کاش که من به دنیا نیامده بودم، منو بکش، من نمیخوام الان زندگی کنم. این تمام چیزایی است که خدا اجازه میده. خدا یک کرمی میفرسه و تمام آشغالا بیرون میاد. چند بار هست که ما گفتیم، که منم خودم گفتم که کاش که من بمیرم زود دیگه، حوصله ندارم دیگه، مرگم اینم یه قسمت غرور فراریه، چون میخوای از دردها آزاد بشی. خدا یک کرمی در زندگی ما بعضی وقت میفرسه. و زمانی که اونجا نشستی زیر سایه امن احساس میکنی، خدا اینو ور میداره. و اینجا خدا گفته که ببین، تو دلت میسوزه برای این کدو و دل من نسوزه برای این هزاران نفر که الان گم شده هستن و توی جهنم خواهن رفت. اینجا خدا این رحمت خودش رو به اون نشون میده. عزیزان، در زندگیمون هم اینطوری هم هست. بعضی وقت درد و رنج میاد چون ما انتخاب میکنیم بریم توی گناه یا فرار کنیم، نااطاعتی کنیم. دردهای مختلف هست که پولس، ارمیای نبی و چند تا نبی هایی هست که توش قرار گرفتن. پولس هم میبینی که پر از درد و رنج بود و اینا به خاطر نه ناطاعتی، به خاطر شورش، بلکه به خاطر اینکه درست برای خداوند ایستادن. ارمیا زمانی که اونجا درست ایستاد و کلام خدا رو اونجا پخش میکرد و اون رو انداختن توی چاه، به خاطر مسیح هست که بعضی وقت زمانی که درست ایستادی، هر جایی که در این دنیا هستی، سر کار هستی، هر جایی که هستی، بعضی وقت فشارها میان توی زندگی تو و خداوند اینجا میگه خوشحال باش، خوش به حال، میگه که کسانی که به اسم من دردار میکشن، چون ملکوت خدا از آن ایشان است. آمین. به خاطر مسیح درد کشیدن این نیست که الان خدا یه عیبی در تو پیدا کرده، نه، چون تو درست ایستادی رنج ها خواهن آمد. اگه هیچ کسی با تو کار نداشته باشه، همه تمام دنیا تو رو دوست داشته باشن، یه مشکلی پس داری، پس هنوز مثل یک نور نمیدرخشی، چون نور بدرخشی ظلمت باید بیاد تو رو خاموش کنه. این قسمتی در دردهایی هست که در زندگی همه ما اتفاق میفته، همینطور مریم و ماریا، مارتا
و مارتاهای ماریاهای زیادی هستن که اتفاق میفته، یه کسی میمیره، یه اتفاقی میفته، یه تصادفی میشه، یک بلای طبیعی به وجود میاد، یه چیزایی در این دنیا انجام میشه. زمانی که تلویزیون رو باز میکنی میبینی که چقدر بلاهایی در این دنیا هستن. بعضی وقتا منم اونجا نگاه میکنم میبینم خدا یه قسمت میگه تو کجا هستی؟ فقط خدای ما، یا ما باید باور کنیم خدای قادر متعاله، خدا میدونه چه کاری میکنه، همه زیر کنترل خودش هست و یک روز همه چی آشکار خواهد شد. و حتی دردهای چیزایی هستن در زندگی ما میفته، پدرت میمیره، مادرت میمیره، برادرت میمیره، یک اتفاقاتی میفته در زندگیمون، این دردهایی هست که باید بکشیم. این دا چیزهای طبیعی هستن، فقط نه این توی دردها بمونیم، بلکه در همون دردهایی که هست خدا رو بگذاریم خدا باشه. و دردهای دیگه هم هست که دردی هست که یک رازی پشتشه، اسرارآمیز، مثل درد ایوب. درد ایوب یه دردی هست که ما فکر میکنیم بی‌معنی هست. کتاب ایوب رو نمیدونم خوندی یا نه، واقعا دردناک. زمانی که نگاه میکنیم همه چی رو از دست داد، خانوادش از دست داد، ثروتش از دست داد، همه چی رو از دست داد و خدا به خدا گفته که خدا چه کاری کردم؟ من گناهی نکردم، من درستی کردم، همه چی رو درست بود در زندگی من. دوستاش آمدن شروع کردن به سیخونک زدن، همسرش هم زنش هم همینطور میامد میدید دیگه کفر کن، دیگه کافیه کفر کن به خدا رو، گفته دهنتو ببند. و جالبش اینه که اگه کتاب مقدس رو بخونین، عیسی مسیح، یعنی خدا، همین باب اول میبینی که چقدر فخر کرد به ایوب. به شیطان گفته دیدی ایوب پسر من، مثل این که پسرش رو لوس میکنه، این پسر منه، پوز میده. یه شیطان ببین پسر منه، دیدی؟ در این کلیسا هم خیلی هستن که خداوند اینجا پوز میده به شیطان. ببین سارا دختر منه ها، شیطان میبینی؟ و شیطان چی میگه؟ اون فقط تو رو میپرسته به خاطر این که تو به او اینو دادی. عزیزان خدا اونجا شیطان رو چیز نکرد، گفته باشه اوکی الان برو، الان ثابت میکنم که نکرده. چون خدا به ایوب یه درسی میخواست یاد بده و ایوب رو میخواست آزاد کنه از خودش، از تصورهای درستی که از خدا نداشت. میخواست به یه جایی ببره که ایوب به خاطر خدا بودنش خدا او رو بپرسته، نه به خاطر اینکه درست ایستادگی خودش. من هیچ کاری نکردم، 37 تا با فقط میخواست ثابت کنه من کاری نکردم، من درست ایستادم. خدا میگه که ببین باطل. پس خدا درس یاد میده. این یک درسی هست عزیزان که اکثریت ما وارد میشیم، چون خدا با ما کار داره، چون خدا دعای تو رو میشنوه. به این خاطر خدا زمانی که میگه لبیک خداوند، خداوند من میخوام با تو زندگی کنم، خدا نمیگه که الان باشه، الان خدمتهایی به تو میدم، عطاهایی به تو میدم که بتونی خوب خدمت کنی. نه، خدا نگاه میکنه که چطور میتونم ناهید رو آزاد کنم. میگه ناهید احتیاج به آزادی داره، باشه یه خدمتهایی میدم که تو این خدمتها دیگه ناامید بشه، از خودش ناامید بشه، از شبانش ناامید بشه، از همه چی ناامید بشه، آخر غر بزنه، شکایت کنه، داد بزنه، فقط دستم گذاشتم روی که میخوام او را آزاد کنم. به این خاطر یه خدمتی بهش دادم
و تو این خدمت هم همه کار رو کرده، آخر شکست خورده و خدا اجازه داده شکست بخوره. خدا ما رو بعضی وقت واقعا به یک ناامیدی هدایت میکنه، میگه که واقعا از خودت، حتی بعضی وقت هم از خدا ناامید بشی که آخر آخر فقط چیزی بمونه، فیض اوست که میگه که من هستم تو رو نگه داشتم. آخر به اونجای رسیدی آزاد شدی از خودت. ما خودمون منم توشم هستم، آزاد شدیم از خودمون، چون هدف خدا این کوره آتشی که خداوند میاره که فقط و فقط تو رو آزاد کنه از خودت، که آخر در تو فقط خدا و خدا باشه، چیزی دیگه وجود نداشته باشه. عبرانیان باب 12 اونجا میگه که نمیدونم تو میخوای اسم تو فرزند بذاری یا حرامزاده. چی هستی؟ حرامزاده هستی؟ یا فرزند هستی؟ کیا میخوان فرزند باشن؟ باشه، کیا هستن میخوان حرومزاده باشن؟ پس عیسی مسیح میگه که پدر آسمانی به تو میگه چون فرزندی باید تو رو نصیحت کنم، چون فرزندی باید بندازم توی کوره آتش. اگه دستتو بلند کردی گفتی من حرومزاده هستم، خدا میگه با تو کار ندارم، تو حرومزاده هستی. زمانی که اسمتو گذاشتی فرزند، پس خدا میگه که من کسی رو دوست دارم، کدوم هر فرزندی که دوست دارم چی میکنم؟ تربیت میکنم. تربیت چطور میکنه؟ کاش که فقط یه دونه چیز میزاد، حتی میاد یه کتک بزنه راحت بشم. نه، کوره آتش یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، بعضی وقت یک سال. آخر زمانی که بیرون میایی میبینی که چقدر تصویر مسیح در تو قرار گرفته. در مزمور 119 اونجا میگه که مرا نیکوست که مصیبت را دیدم تا فرایض تو را بیاموزم. مرا نیکوست که مصیبت رو دیدم تا فرایض تو رو بیاموزم. و آیه 75 یا 75، ای خداوند دانسته ام که داوری های تو عدل است و بر حق مرا مصیبت داده ای. و زمانی که خدا ما رو در این جاهایی هدایت میکنه، خدا میدونه چی میکنه عزیزان. و مخصوصا امروزم توی این پرستش، این خدای متعال، آلمانی نمیدونم، آلمانی میگن زووغین، نمیدونم متعال یعنی قادر مطلق هم نمیسته. زووغین یعنی خدایی هست که در همه قسمت هر کاری میکنه عظیم است، عجیب است و هیچ اشتباهی توش نیست. میگه که زووغین یعنی هیچ چیزی در منفی درونش پیدا نمی کنی. و مخصوصا می خواستم این سرودها رو انتخاب کردم، خدای متعال که اونجا اعلام کردیم، که باور کنیم که خدا در زندگی تو هیچ اشتباهی نمی کنه. یا تو گناه کردی، با تصمیم خودت تو کوره آتش افتادی، این مشکل خودت، فقط خداست که دوباره اجازه میده از اونجا دوباره برگردی، تو رو اونجا نمیذاره که آخر اونجا له بشی. یا همینطور به خاطر اینکه درست ایستادی برای خداوند، به خاطر اینکه یک الگویی در این دنیا هستی، نماینده مسیح در این دنیا هستی، وارد مشکل میشی. در دوم قرنتیان باب 1 رو اینجا میبینی که میگه که ما دیگه، پولس میگه که ما به یه جای رسیدیم دیگه ناامید شدیم، دیگه پرونده مرگ رو امضا کردیم، دیگه میدونستیم ما باید بمیریم، فقط ایمان داشتیم این خدایی که ما رو از مردگان برمیخیزانه. برین دوم قرنتیان رو بخونه، پر از درد و رنج صحبت میکنه.
به این خاطر هدف خدا همون تو این کوره هایی که ما رو میفرسه، هدفش اینه که شناختی از خودمون به دست بیاریم، این خدای متعال رو بدونیم و بدونیم که اگر ما میگیم که خدای قادر متعال، قادر مطلق، خدای دانای مطلق و خدا در همه جا حاضر، واقعا این در زندگی 24 ساعت در زندگیمون خوابیم، بیدار هستین، زندگی میکنی، در سر کار هستین، اینو بدونین، اینه که در زندگی ما حکومت میکنه، که ترسی ندارم، همینطور که ما امروز هم این سرود رو خوندیم، میدونم منجی من زنده هست و این میدونم منجی هم زنده هست. کی گفته؟ ایوب گفته. تو این درد و رنج میدونست، میدونم خدای من زنده هست. آخرین آیه رو که میخونم در ارمیای نبی باب 9 آیه 22 آیه 20 تا 24 میگه خداوند چنین میگوید: حکیم از حکمت خود فخر ننماید و نیرومند از نیروی خود ننازد و دولتمند از دولت خود افتخار نکند، بلکه هر که فخر نماید از این فخر بکند که فهم دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحم و انصاف و عدالت رو در زمین به جا میآورم، زیرا خداوند میگوید از این چیزها لذت میبرم. خدا در زندگی تو رحمت، انصاف، عدالت رو انجام میده چون لذت میبره، چون میدونه آخر از توی چه مردی و از چه زنی ساخته خواهد شد. آمین. ما باید اعتماد کنیم به یه خدای غیر منطقی. اینجا نوشتم تو باید یا ما باید اعتماد به خدای غیر منطقی داشته باشیم که در موقعیت‌ها و شرایط نامفهوم حضور دارد، هدایت می‌کند، آزاد می‌کند، تو رو به رشد روحانی می‌رساند تا او رو بشناسیم. ما باید اعتماد داشته باشیم به اون خدا واقعاً که از زندگی ما اطلاع داره و ما را هدایت میکنه. خدا را مقادر متعال، هیچ اشتباهی در زندگی تو نخواهد کرد. آمین. با هم دعا کنیم. بعد از این دوست دارم این سرود رو دوباره بخونیم، این دفعه درست بخونیم، ما اشتباه خوندیم. خوب میشه چشمان رو ببندیم. یه لحظه همینطور به چه خدایی ایمان داری؟ چه تصویری از او ساختی؟ چقدر از خدای کسی رو ساختی که فقط الان او دهنده هست، فقط تو گیرنده هستی؟ چه تصویری اشتباهی داری؟ خوب میشه خودت همینطور دعا کن که خداوند بیا این تصویر درستی که باید داشته باشم از تو برای من روشن کن، باز کن. همینطور هم نگاه کن به چه در چه مشکلی قرار گرفتی؟ آیا اونجا دست خدا رو نمیبینی که خدا اجازه داد؟ شاید تو گناه زندگی میکنه، فقط خداست که یک کرمی رو فرستاد که الان اونجا گاز بگیره، یا چیزی که الان سفت نگه داشتی او رو از تو ورداره. چه چیزایی در زندگی تو که تو بیشتر تعلق داری، وابسته کردی، که جای خدا رو گرفتی؟
چقدر واقعا این خدا بودن خدا رو کوچیک کردی، از او فقط یک پدری ساختی که فقط الان به تو فقط باید بده. خدا میگه که بگذار همون خدای خالق همه هستی، خدای قادر مطلق، خدایی که از همه چی میدونم، اطلاع دارم، خدایی که دانای مطلق هستم، از هنوز هیچ چیزی از دهن تو بیرون نیومده، فقط من میدونم، از فکرای تو آگاه هستم. خدایی که میگه که پسرم، دخترم، چیزایی در تو میبینم که تو خودت نمیبینی و میبینم این چیزایی هستن که تو رو عذاب میدن، تو نگرانی میندازن، گره هایی در تو هست که ناامیدی به وجود میارن، تنفر، حسادت. و بدان که این راه کوری آتش رو که تو رو هدایت میکنم، بدان که من این راه رو رفتم به خاطر تو و من میتونم در این زمانها تو رو نگه دارم و تو رو پاک مقدس بیرون بیارم. اگه تو اینجا هستی به خاطر مسیح، به خاطر درست ایستادگی، رنج، درد میکشی، خدا میگه من کنار تو هستم، جلال من تو رو احاطه کرده، هدایت خواهد کرد. افرادی هم هستن که اینجا دردهایی کشیدن، از دست دادن خانواده، پدر، مادر، بچه هاست، همسایه خوب، دوست خوب، خدا من به تو میگه همه چیز، از همه چیز آگاه هستم و میدونم و همه چیز زیر نگاه من و نقشه منه. هر چقدر نمیفهمی پت باور کن که هیچ چیزی از چشم من دور نیست. و اگر افرادی هم اینجا هستن مثل ایوب، نمیدونن چرا توی این مشکلات افتادن، فقط عیسی مسیح امروزم به تو میگه برو آخرین بار باب ایوب رو بخون، آیندهش رو نگاه کن که دو برابر رو به دست آورد. من تو رو جدی گرفتم، مثل فرزند با تو رفتار میکنم، تو حرمون زده نیستی، صبر کن، منتظر من باش. منتظر من باش، من کمک تو هستم و زمانش، زمان مفید، من تو رو بیرون خواهم آورد و اون موقع من رو پرستش خواهی کرد.
با قلبی تازه، با دید تازه. هللویا خداوند. خداوند نور من است، نور و نجات من است، از کی بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از کی هراسان شوم؟ یک چیزی از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمر در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. مرسی خداوند، مرسی برای فکرهای عالی، نقشهای عالی. پدر جان واقعا تو رو میپرستم، دوستت دارم، چون همه چیز تو کامل، عالی و خوبه خداوند. مرسی خداوند که این رحم رو به ما کردی خداوند، به روشهای تو آشنا بشیم دیگه. از امروز به بعد خداوند از درد و رنج، از هر چیزی که میاد خداوند نترسیم، که بدونیم خداوند در این آتش تو هستی و هدایت خواهی کرد. تشکر میکنیم و جلال رو به تو میدیم، در نام عیسی مسیح. آمین و آمین.